سلام بچه ها، امروز در این برنامه خیلی سریع و مختصر میخوام آموزش یاد دادن پیتزا ساندویچ در خونه رو بهتون یاد بدم، یعنی در واقع همون آموزش بدم. ببخشید برای این کار خیلی سریع بخوام بریم سر این کار که تایم هم زیاد نشه. یه دونه نون داریم ما، یا این شکل نونا یا نانای فانتزی که شما در هر کشوری که هستید رو استفاده کنید. ما این رو وسط برش میدیم دور تا دورش، رو قسمت زیری نان رو ما مد نظر داریم. عقب من یکی اینجا آماده کردم به خاطر اینکه تایم ویدیو خیلی بالا نره. وقتی میبریم این خمیر نون رو اینجوری با دست به این صورت فشار میدیم در کف خود نون. پس شد کف نون رو ما استفاده میکنیم. در مرحله بعد خب مثل خود پیتزا ما سس رو میزنیم. اگر از این قلمو ها ندارید با قاشق هم میتونید اینو بمالید در سطح نانت. خب نه انجام که دادیم، در مرحله بعد کف اینو معمولا پنیر پیتزا میزنم. خب من دوست داشتم برای خودم پنیر چدار برش داده بودم، ستی که کفش میزنم. البته کف اینم اگر خواستید خودتون پنیر بزنید یه اشای خیلی نازکی پر نکنید، پنیر اصلی روی این میاد. اینو میذارم. موادی که من عقب بریدم، من سویستا رو به صورت برش انجام دادم، به این صورت روی اینها میچینم که شما ببینید قشنگ. صد نازک باشه بهتره. به این صورت میچینین قشنگ با وصله. تمام که اینا رو که چیدین، من در اینجا قبلا آماده کردم فلفل دورمهی، قارچه و زیتونه. از این آموزش این کار خیلی ساده است. و بعد اینو من یه سطح نازکی رو میرم روی این. تمام؟ من قصدم از درست کردن این قبیل ویدیوها یه جوره کمک به افراد مجرده که بتونن یه چیزی یاد بگیرن و ببینن که اصلا چیز شاقی نیست، خیلی هم ساده است. خب دیدیم پچی شد؟ به این صورت شد. مرحله بعد من پنیر رنده کردم. پنیر رو شما در مرحله بعد میرید روی این. به این صورت یه سطح میریزیم که قشنگ پوشش بده موادتونو، مخصوصا کناره های نان رو یه مقدار دقت کنید بچه ها، چون بیرون نباشه بهتره. موقع که توی فر میره ممکنه بسوزه کناره هاش، شکل جالبی به شما نده و دوست نداشته باشید. من اینا رو چیدم به این صورت. خب دیدین به چه صورت شد؟ این به این صورت شد. خب موقعی که دارید اینا رو آماده میکنید شما فرتون رو بذارید روی دمای 250 درجه، زیر بالا و زیر رو روشن کنید قشنگ داغ داغ بشه 10 دقیقه قبلش. موقعی که اینو گذاشتید داخل یه مقدار حرارت اینها رو آب کرد، میبینید در پشت شیشه فر، اون موقع حرارت قسمت پایینی فر رو ببندین. چرا؟ چون این نون خودش عقب پخته شده است، خیلی حالت بیسکویتی بهتون میده و خوب در نمیاد. موقع که بعد از یه مقداری آب شد اینو پایینو بستید، روشو میذارید برشته، میکشید بیرونو و برش میزنیم. خب بچه ها
این پیزا ساندویج ما حاضر شد. دیدین که ویدیو خیلی کوتاه و مختصر بود، این شکل پیزا ساندویجه، امیدوارم درست کنید و ازش لذت ببرید. فوق‌العاده تند و خوشمزه میشه، به دلخواه خودتون برش بزنید. توصیه میکنم روش حتما یه مقدار آبیشم بزنید، حالا با سس دوست داشتین بدون سس دوست داشتین میل کنید، با کمترین چیز هم میشه اینو درست کرد. اصلا نیازی به این نیست که کسی که پول داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی ساده است. سعی کنیم از کمترین چیزها هم بتونیم خوشحال بشیم و کنار عزیزانمون باشیم. از اینکه این ویدیو رو نگاه کردیم من تشکر میکنم و لطفا اگه دوست داشتین حتما با دوستان به اشتراک بذارین، کانال ما رو سابسکرایب کنید، یا اگر گوشیتون فارسی هست دکمه شخصی سازی رو بزنید و دکمه زنگوله رو بزنید، فراموش نکنید تا از آخرین ویدیو ما یوتیوب شما رو آگاه کنید. سعی میکنم در ویدیو بعدی برای شما آموزش درست کردن نان بدون نیاز به فر رو تهیه کنم تا بچه های مجردم حرفایی برای گفتن داشته باشم. با امید دیدار در برنامه دیگه همه شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.